من سنم و امروز قراره که برنامه قصه گویی به زبان فارسی رو برای شماها انجام بدم. اینقدر خوشحالم که شما اومدین اینجا که خدا میدونه. حالا که اومدین اینجا و منو اینقدر خوشحال کردین، بذارین بهتون یه سلام درست حسابی بکنم. سلام گلای خندون، سلام بادندون، سلام بیدندون، سلام به هر پرنده که توی باغ میخنده، سلام به کوه و دریا، سلام به دشت و صحرا، سلام به روی ماه، همه شما بچه های خوشگلی که نشستین توی خونهاتون و دارین این برنامه رو تماشا میکنین. امروز کلی برنامه داریم با هم دیگه. برای اینکه وقت رو تلف نکنیم بیاین شما شنیدین صدا رو؟ خب بذارین من اصلا به شما یه چیزی رو همین اول راستش رو بگم. من تو خونم یه بز کوچولو دارم. آره بز دارم. این بز من بعضی وقتا که میبینه من سرم به یه کاری گرمه، شروع میکنه از این صداها در آوردن. حالا لابد میپرسیم چرا؟ چون بز من عاشق اینه که من بهش توجه کنم. بزی دوست داره من بیام بغلش کنم، نازش کنم، باهاش بازی کنم، براش شعر بخونم. من کلی شعر بلدم بخونم، اما بوزی یه شعر رو خیلی دوست داره، اونم شعر بوزیه. حالا بیاین با هم دیگه شعر بوزی رو بخونیم براش تا آخر برنامه یه ذره آروم بمونه، اینقدر سر و صدا نکنه. اگه که حاضرین بریم شعر رو با هم بخونیم. 1 2 3 من بوزی دارم خیلی قشنگه، این بوز شیطون زبر و زرنگه، میره صحرا داد میزنه ما آب و علف من بده با بوز بوز قندی هیچ نمیخندی، میپری هر روز روی بلندی، هی اون بالا داد میزنی ما آب و علف من بده با. اینم از شعر بوزی. فکر میکنم این شعر یک کمی بوزی رو ساکت نگه داره. خب حالا که شعر رو خوندیم بیاییم بریم سراغ اصل برنامه. اگه که حاضریم صدارو. خب اصلا بیاین قبل از اینکه من براتون بشینم قصه رو بگم، گوش بدین ببینین این دور و ور خونه من چه خبره. این صداهایی که هی میاد از این ور اون ور مال چیه؟ یه دقیقه به من وقت بدین تا براتون یه نقاشی بکشم. تو نقاشیم توضیح میدم که این دور و ور چه خبره. صبر کنیم. خب این از خونم، این خودم، این
درخت میوه، کوها، خورشید خانم رو بکشم، این ساعت و اینم ترن. خب این جایی که من توش زندگی میکنم. این خونه منه. خونه من یه قارچه. این خودمم. بغلمم بوزیه. بوزی رنگش خاکستریه. کنار خونم یه درخت میوه دارم که هر روز به من میوه میده. روی زمین جایی که من سبزیجاتمو میکارم و پشت ابرا تو آسمون خورشید خانم و اونورتر خونمم یه ساعت گنده دارم. هر روز سر یه ساعت مشخصی از جلوی در خونم یه ترن رد میشه. اون بالا تو آسمونم یه ابره. قطاری که توی نقاشی من دیدین، قطاریه که توی هر روز سر یه ساعتهای مشخصی میاد از دم در خونه من رد میشه. این قطار خیلی قطار جالبیه. توی این قطار عروسه، پلنگه، آهوه، خرگوشه. اصلا باید بیاین و ببینیم. حالا من دوست دارم وقتایی که قطار داره میاد از دم خونه من رد میشه برم لب پنجره بشینم شعر ترن رو براش بخونم. اگه که شما هم حاضرین بیاین با من شعر ترن رو بخونیم. یک، دو، سه. ترنم قشنگه، توش پر از پلنگه. ترنم تون میره، تون میره، تون میره. شیف و شیف و دود دود، شیف و شیف و دود. ترنم کوچولوس، توش پر از آلبالوس. ترنم تون میره، تون میره، تون میره. شیف و شیف و دود دود، شیف و شیف و دود. ترنم ملوسه، توش پر از عروسه. ترنم تون میره، تون میره، تون میره. شیف و شیف و دود دود، شیف و شیف و دود. رو طاق ترنم یه آهو نشسته. ترنم تو کوه، تو دشته، تو راه. شیف و شیف و دود دود، شیف و شیف و دود. کنار رانندش یه خرگوش نشسته. ترنم تو کوه، تو دشته، تو راه. شیف و شیف و دود دود، شیف و شیف و دود. خب اینم از شعر ترن. حالا که شعر رو خوندیم به نظرم دیگه وقتشه که قصه امروز رو با هم دیگه شروع کنیم. قصه ای که میخوام امروز براتون تعریف کنم در مورد همین چیز دیگه، اسمش چیه، بهش چی میگن، فکر کنم یادم رفت که قصه امروز در مورد چیه. خب اشکال نداره، چیکار کنیم حالا؟ الان یادم افتاد. من وقتی که داشتم فکر میکردم که امروز برای شما چه قصه ای تعریف کنم، یه سری چیز میز که مربوط به قصه بود رو گذاشتم توی کوله پشتی. بذارین کوله پشتیمو بیارم ببینم که چیا داریم توش. این کوله پشتی منه. This is my backpack. بریم ببینیم توش چیا داریم. Let's see what I have inside my backpack today. توش یه دونه سیب داریم. سیب. توش یه دونه
انار داریم. انار. دیگه توش چی داریم؟ توش یه دونه موز داریم. موز. و یه دونه لیمو. لیمو. خب حالا اگه گفتیم لیمو و انار و سیب و موز اینا چیه؟ اگه گفتین چیه؟ آفرین، اینا میوه. میوه ها چیه؟ میوه ها جزء غذایی هستن که ما هر روز میخوریم. حالا شما به من بگین ما چرا غذا میخوریم روزا؟ آفرین، بازم درست حد زدیم. ما غذا میخوریم که انرژی داشته باشیم، بازی کنیم، شعر بخونیم، با خواهر برادرمون وقت بگذرونیم، با مامان یا بابامون بریم پارک، یه دوشی بگیریم، شبم بگیریم بخوابیم. پس خیلی مهمه که غذامون رو خوب بخوریم. حالا همه اینا رو من آوردم نشون دادم که بگم قصه امروز ما در مورد چیه؟ آفرین، در مورد غذاست. اگه که تا حالا شده که شما به مامانت یا به بابات بگی یه غذای رو دوست نداری ولی بیای سر میز غذا و ببینی که مامانت یا بابا اون غذایی که دوست نداری رو برات درست کردن و گذاشتن، میگن بیا بخور، اینم ناهاره یا شامه. اگه تا حالا این اتفاق براتون افتاده، بشینین قصه امروز رو با من بخونین و لذت ببرین. بریم سراغ قصه. قصه ای که امروز میخواییم با هم بخونیم اسمش هست خوراک زرافه با سالاد لاک پشت. کسی که این داستان رو نوشته و نقاشیاشو کرده آقای رضا دالوند هستند و خود کتاب محصول کتاب کودک و نوجوانان انتشارات فاطمی هست. کتاب رو که باز میکنیم پشت جلد کتاب گوجه فرنگی های قرمز، کلم بروکلی های سبز و قارچ های سیاه توش میبینیم. امروز برای ناهار ماکارونی داریم، اما من ماکارونی دوست ندارم. هیچ وقتم ماکارونی نمیخورم. مامان گفت چرا غذا نمیخوری؟ گفتم من ماکارونی دوست ندارم. مامان خندید و گفت این که ماکارونی نیست. گفتم پس چیه؟ مامان گفت خوراک زرافه. با تعجب به غذام نگاه کردم، اما اینکه مثل زرافه نیست. مامان رشته های دراز ماکارونی رو نشونم داد و گفت اینا گردن و پاهای زرافن، این تیکه های گوشت و قارچم خالای روی بدن زرافن. مامان راست میگفت، دیدمش. مامان گفت بفرمایید اینم سالاد. با اخم گفتم ولی من سالاد سبزیجات دوست ندارم. مامان گفت اما اینکه سالاد سبزیجات نیست. گفتم پس چیه؟ خندید و گفت سالاد لاک پشته. با تعجب به سالاد نگاه کردم و گفتم اما اینکه مثل لاک پشت نیست. مامان یه تیکه کاهو نشونم داد و گفت این لاک پشته. گوجه فرنگی ها خالای کمرش، این هویجا هم دست و پاهاش هستن. مامان راست میگفت، دیدمش. همه غذام رو تا ته خوردم. خیلی خیلی خوشمزه بود. ما امروز خوراک زرافه با سالاد لاک پشت داشتیم.
مامان قول داد فردا هم سوپ اجدا برام درست کنه. مرسی مامان. خب اینم از قصه امروز که در مورد غذا بود. حالا شما به من بگیم ببینم قصه امروز رو دوست داشتین؟ بله یا نه خیر؟ اگه که مایل باشیم بریم شعر مورد علاقه من رو بخونیم. شعری که براتون انتخاب کردم و خیلی دوستش دارم از کتاب بازی با انگشت ها انتخابش کردم. شاعر این کتاب آقای مصطفی رحمان دوست هستن و تصویرگرش هم خانم حاله لادن. این کتاب محصول کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان هست. شعر راجب 5 تا دونه موشه. بشماریم این موشا رو با هم دیگه. 1 2 3 4 5. یه روزی یه حیوانی که خیلی دوست داشته بیاد این موشا رو بخوره سر و کلش پیدا میشه. اگه گفتین اسم اون حیوان چیه؟ درست حد زدیم. اون حیوان چیزی نبود جز پیشی یا گربه. گربه چه صدایی در میاره؟ اگه گفتین گربه چه صدایی در میاره؟ غذای گربه چیه؟ موشه. خب اینم از شعر. یه روز 5 تا موش که خونشون توی یه دونه کف دست بود با هم زندگی میکردن. تا چششون به پیشی افتاد اولی گفت من کوچیکم میترسم. دومی گفت زور نداریم چی کار کنیم. سومی گفت من که دارم میلرزم. چهارمی گفت بهتره که فرار کنیم. پنجمی گفت فرار که فراره، فایده هم نداره. با هم باشیم درشتیم، 5 تاییمون یه مشتیم. اینجوری بود که 5 تا موش کوچولو تونستن از دست پیشی ناقلا فرار کنن. خب حالا اگه گفتین وقت چیه؟ درست حد زدین، وقت خداحافظیه. اما ما میدونیم که قراره که دوباره همدیگر رو ببینیم. پس شاد میشیم و خوشحال و شاد و سرخوش تکون میدیم دستامونو، میگیم خدا نگهدار. شاد میشیم و خوشحال و شاد و سرخوش تکون میدیم دستامونو، میگیم خدا نگهدار، میگیم خدا نگهدار. خدا نگهدار بچه ها، خدا حافظ، گود بای. همدیگر رو به زودی خواهیم دید. تا برنامه بعد، خدا.